خبررسانی رسمی حکومتی در مورد وضعیت آرمیتای گراوند عزیز. خب این نوع خبررسانی به نظر میرسه بعضی از تحلیل ها و پیشبینی‌هایی که قبلا بود رو داره تایید میکنه که اینا میخوان مرحله به مرحله جلو برن و حساسیت زدایی بکنن. یعنی تصورشون برای اینه که این نوع خبرها رو دیگه به جایی که مثل سال گذشته یک باره بگن. سلام و درود به شما عزیزان جان، در خدمت شما هستیم با بسته تحلیلی امروز. در ابتدای این بسته تحلیلی در خدمت آقای واحدی هستیم با برنامه تحت عنوان الگوی یکسان حماس و جمهوری اسلامی تو آدمکشی، و در بخش بعدی هم میپردازیم به آماده سازی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات احتمالی با برگزاری رزمایش نبی اکرم. پس تا انتهای این برنامه همراه ما باشین. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در بخش اول برنامه آقای واحدی با اشاره به اخبار جدید در مورد وضعیت آرمیتا گراوند، دختر دانش آموز 16 ساله که در ایستگاه مترو به دلیل داشتن حجاب اختیاری با ضربه حجابان مترو به کما رفته صحبت میکنه و میگه که به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی این دختر نازنین دچار مرگ مغزی شده. ایشون در ادامه با اشاره به صحبت‌های منتسبان و مزدوران حکومتی در رابطه با عادی‌سازی اتفاقاتی که برای این دختر دانش آموز و جنایات حماس در اسرائیل افتاده، برنامه رو ادامه میده و راهکارهایی رو که جمهوری اسلامی داره برای جلوگیری از آغاز اعتراضات دوباره در ایران انجام میده رو افشا میکنه. این برنامه رو از زبان خود آقای واحدی تماشا کنین. سلام به دوستان خوبم. من یه سری خبرهایی بر روی شبکه‌های مختلف اجتماعی دیدم، همش هم مستند هست به خبررسانی رسمی حکومتی در مورد وضعیت آرمیتای گراوند عزیز. خب این نوع خبررسانی به نظر میرسه بعضی از تحلیل ها و پیشبینی هایی که قبلا بود رو داره تایید میکنه که اینا میخوان مرحله به مرحله جلو برن و حساسیت زدایی بکنن. یعنی تصورشون برای اینه که این نوع خبرها رو دیگه به جایی که مثل سال گذشته یک باره بگن، حالا مرحله به مرحله بگن. امیدوارم که خبر دقیق نباشه، یا حتی اگر واقعا اونطوری که گفتن حال آرمیتای عزیز به طرف وخامت رفته، خدا کمکش کنه و زودتر خوب بشه. اما چیزی که من متعجب میکنه اینه که یک سری افرادی، رسانه هایی، حتی بعضی از افراد در داخل کشور که خیلی هم شاید نشه رسما به حکومت پیوندشون زد، اما الان مشخص میشه که رسما به حکومت پیوند دارن، تلاش میکنن که موضوع رو یک موضوع کاملا عادی که اتفاق افتاده جلوه بدن. و جالبه که همین افراد در موضوع غزه هم دارن همینطور برخورد میکنن. میگن بله، حالا حماس داره مبارزه میکنه با اشغال فلسطین، حالا چند نفرم عصبانی شدن یک حرکتی انجام دادن. من با یک کسی صحبت میکردم که حالا یه نوعی، حالا به نوعی گرایش هایی به حکومت داره، به خصوص به رئیسی خیلی علاقه داره. گفتش حالا سالها تجاوز شده در نمیدونم فلسطین، سالها قتل و غارت شده، حالا یه نیروی فلسطینی هم عصبانی شده. یعنی وقتی میخوان قضاوت کنن در مورد یک نیروی فلسطینی، نیروی حماس، در واقع مزدورانی که به نوعی شیوه آدمخواریشون فعلا با منافع جمهوری اسلامی هماهنگی داره، اینها شاید نشه گفت مزدور جمهوری اسلامی هستن، اگرچه هزینه هاشون رو جمهوری اسلامی با دزدی از جیب ملت ایران پرداخت میکنه. من عذر میخوام، چیزی که به اون گفتم اینجا میخوام بگم. میخوام ببینم که اگر مثلا حالا یک کسی از این کسانی که عزیزانش در تظاهرات در ایران از بین رفتن، زندانی شدن، کتک خوردن، اعدام شدن، مثلا دستش به دختر رئیسی برسه، بعد دختر رئیسی رو تخت ببنده، بگه هر کی میخواد به تجاوز کنه، شما هم اینا میگید اتفاق بود، یا بلافاصله همتون اشکتون سرازیر میشه، گریه میکنید، وا اسلاما میگید، آقا حقوق بشر نقض شد، اخلاق از بین رفت،
این نگاهی که افرادی که از نظر جمهوری اسلامی رعیت تلقی میشن اگر بیهوش شدن خب اتفاق است دیگر، اما اگر مثلا یک کسی که 96 سال عمر کرده، 96 سال در واقع تعفن در دنیا پخش کرده، حالا اگه کسی مثلا هوس کردی که کاری باش بکنه، بلا فاصله حقوق بشر را میفته، نمیدونم انسانیت و اخلاق را میفته. عرض میکنم من نگاه میکردم مثلا از بعضی از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی تا بعضی از افرادی که در فضای مجازی فعال هستن که برای ما قبول داریم، حالا درسته که این افراد حماسی کارهای بدی هم کردن، ولی خب این دیگه عکس العمل طبیعیه و نباید رفتار اینها رو به حساب همه گذاشت. جالبه که در مثلا وقت در ایران تظاهرات میشه، اگر یک نفر یه سطلی رو آتیش بزنه، بلافاصله میگن اینا همشون آشوبگرن. اگر یک نفر یک فحش، البته فحش نیست، من قبلا گفتم این که توپ تانک فش فشه، مصرع بعدی شغل خامنه‌ای رو میگم، از نظر من این فحش نیست، ولی حالا گیرم 4 نفر 10 نفر 100 نفر عصبانی شدن و فحش شدن، اونجا خیلی بده. اما این رفتاری که حماس کرده یا اینکه مجری صدا و سیما بیاد وایسه بگه که اصلا به درک که زن و بچه رو کشتن، نمیدونم بر اساس استانداردهای صدا و سیما کودک اسرائیلی اگر کشتشه بر اساس استاندارد این اراذل اشکال نداره، چون از نظر اینها همه ساکنان اسرائیل صهیونیستن و تجاوزگر و اشغالگر. دقیقا همین مسئله در مورد آرمیتای عزیز داره اتفاق میفته، یعنی یه سری افرادی تلاش میکنن موضوع رو عادی جلوه بدن، یا موضوع رو نه اینکه عادی جلوه بدن، موضوع رو به این عنوان که اتفاق افتاده و اتفاق در هر جای دنیا میتونه بیفته. خب ببینید، یک قاتل تروریست مثل احمد وحیدی که این حرف اگر این حرف رو بزنه که گفته، به هر حال بر اساس استانداردهاش این آدم سابقه آدم کشی در سراسر دنیا داره، نه فقط در ایران، هم در ایران آدم کشته و میکشه و هم در سایر کشورها سابقه تروریستی داره، از آرژانتین گرفته تا کشورهای دیگه. خب برای اون مشخصه، برای اونها اصلا نه باور کنید بچهای خودشون هم باشن خیلی اهمیت نمیدن، یعنی اصلا چیزی به نام عاطفه، انسانیت، شرف، شعور، اخلاق، مهربانی، عشق سرشون نمیشه. ولی بعضی افراد دیگه برای من تعجبه. حالا من منتظرم اون افرادی که در قضیه هواپیمای اوکراینی میگفتن که حالا جمهوری اسلامی چه نفعی داره این کارو بکنه، حالا میام بگن که در کشتن آرمیتا یا در خدا نکرده، حالا خدا نکرده کشتن، یا در این ضربه زدن به آرمیتا چه نفعی داشته. این افراد واقعا به نظر من این افراد خطرناکتر از احمد وحیدی هستن، برای اینکه احمد وحیدی چهره شناخته شده، این افراد شارلاتان پست فطرت و خود ارزان فروش بسیار خطرناکتر از امثال احمد وحیدی هستن، برای اینکه اینها سعی میکنن عادی سازی کنن جنایت رو، سعی میکنن که حساسیت زدایی کنن از مردم. کسایی که میمدن میگفتن که قرار دادن نام سپاه به عنوان یک نیروی نظامی رسمی در لیست گروه‌های تروریستی باعث شرمه، امروز خبری ازشون نیست در مورد وضع آرمیتا، ندیدم اثر نظر بکنن، همچنان مشغول ظاهرا شمردن همون تکه استخوان‌هایی هستن که جمهوری اسلامی جلوشون میندازه، یعنی سران جمهوری اسلامی و انگلزاده‌هاشون میلیارد میلیارد میبرن، یک مش آدم خود ارزان فروش که کراوات هم میزنن، آرایش هم میکنن، چه زن چه مردشون میان میشنن با نهایت حقارت، من اسم این رو جز حقارت چیزی نمیذارم، با نهایت حقارت میشن توجیهگر یا حداقل عامل کاهش خشم مردم، چون به خوبی میدونن که این خشم مردم بالاخره بنیان جمهوری اسلامی رو آتش خواهد زد، و این خود ارزان فروش ها در یک حکومت عادی در ایران باید برن کار کنن، دیگه مفخوری امکان پذیر نیست. یک کلیپی حتما دیدید از ابوالقاسم خزعلی، پدر همین دکتر مهدی خزعلی بیشرف، پخش شده که میگه که اون پدر میگه که خبرنگار ازش سوال میکنه شما از اول میخواستید شاه رو اصلاح کنید یا از اول تصمیمتون بود که شاه بره؟ میگفت نه، شاه از اول باید میرفت، برای اینکه یک روز اومد تو قم و گفتش که دوره مفتخوری برای آخونده تموم شده. ظاهرا این حرف الگوی بسیاری از کسانی که تحت عنوان با کراوات یا با موهای خیلی آرایش کرده و آرایش های غلیظ و میان جلوی دوربین تلویزیون میشینن و توجیهگر رفتار جمهوری اسلامی هستن، این بعدش رو با اون خزعلی همراهن، یعنی اینکه چون احساس میکنن اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه دوره مفخوری تموم میشه، باید زحمت بکشن تا زندگیشون بگذره، به خاطر یک مشاوره غلط، به خاطر یک مقاله که احتمالاً کس دیگه براشون مینویسه، بعد اونا میفرستن برای نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، اگر تایید شد چاپ میکنن دیگه پول بهشون نمیدن.
اما من امیدوارم، من اونها اصلا مخاطبم نیستم که اونها، با اونها ما سر جنگ داریم و این جنگ تا نهایت نابودی اونها باید ادامه پیدا کنه، اصلا تردید درش نیست، برای اینکه اونها ثابت کردن که بر اساس اشتباه از جمهوری اسلامی دفاع نمیکنن، به خاطر منافع کثیف خودشون، به خاطر اعتیادشون به استخوان‌های مفتی که از سفره انقلاب گیرشون میاد این حرفا رو میزنن. اما افراد دیگه خواهش میکنم مراقب باشن، اجازه ندیم عادی سازیش. ببینید دوستان عزیز، اتفاق اینه که یک بار بیفته و کسانی که اتفاق رو مرتکب شدن یا تنبیه بشن یا عذرخواهی بکنن. شما در مورد مهسا نه تنها عذرخواهی نمیبینید، نه تنها تنبیه نمیبینید، بلکه یک سری هرزگو میان حرفای بسیار زشتی میزنن. یکی از که من به شما گفتم، من اینو واقعا وایل نبودم، چون مسئله شخصی بود، مسئله شخصی خانوادگی بود، اسدالله بادامچیان خب مشهور بین دوستانش که ایشون مادرش از کسانی بود که آب توبه رو سرش ریختن و در رابطه با پدرش ازدواج کرد، پدرش انسان بسیار بزرگواری بوده. اون میاد بدترین نسبت ها رو به مهسا میده، یعنی به عنوان یکی از ارکان حامیان سابقه دار و از سرمایه گذاران حوادث سال 57 که حزب مؤتلفه بودن، اون میاد بدترین توهین ها رو به مهسا میکنه و متاسفانه بازتاب کافی نداره. یعنی من ندیدم مثلا یکی از برحال افراد سرشناس بین گروه اصلاح طلب، واکنش دقیق در برابر این خزعبلگویی و یا در واقع خودفروشی همراه با خصلت آدمخواری بادامچیان بگه. من نگرانم که این چیز عادی بشه، وگرنه برای آدم حکومتی ها و طرفداران پلیدشون در خارج از کشور، لابیستای رسمی یا غیر رسمی جمهوری اسلامی، استخوانخواری به خاطر حمایت از آدمخواری حکومتی که مسئله عادی شده. نگرانم که ببین، من بعد از اینکه خبرهای مربوط به خبر رسمی رسانه‌های حکومتی در مورد آرمیتا که از وخامت حالش حکایت داره، من متاسفانه واکنش زیادی در فضای مجازی ندیدم و این من نگران میکنه که شاید خدای نکرده حکومت در این طرحی که برای عادی سازی جنایت و عادی سازی مرگ و قتل و خونریزی وجود داره موفق شده باشه. دوستان اجازه ندید. ببینید از نظر من آدم کشی، کودک کشی قبیحه، چه اسرائیل کودک فلسطین رو بکشه و چه آدمخواران اراذل حماس بچه اسرائیل رو سر ببرن، هر دوش قبیحه. اما قبیح در اونه که یک کسی بشینه، یک پس فطرتی مثل رائفی پور بشینه اونجا بگه که حالا ما البته اون کار حماس رو هم تایید نمی کنیم، ولی بعد این ولیش خیلی خطرناکه، ولی هیچ کودک و زن و پیرزن و پیرمردی در اسرائیل آدم عادی نیست، اینا همشون اشغالگرن. یعنی ببینید رفتار اینها، گفتار اینها، خب میگم تکلیف امثال رائفی پور مشخص، اینها جز با با لقمه حرام با مفتخاری زندگیشون نمیگذره. اما اجازه ندیم عادی بشه، اجازه ندیم. ببینید بعضی از افراد من دیدم که دارن دلسوزی میکنن برای کودکان فلسطینی، کار درستی هم میکنن. من خودم به شخصه واقعا صحنه‌ای رو که میبینم، بسیار از افراد دارن تو که اونا فریاد میزنن، مردم فلسطین که خانه هاشون تخریب شده، دارم خیلی میسوزه و این کار رو جنایت میدونم. البته متهم اول این جنایت رو حماس میدونم که بارها این کارو کرده و نتیجه‌اش رو دیده و ادامه میده. اما این که حالا به بهانه این که حالا میخوایم حماس رو بزنیم، کودکان فلسطینی هم آواره بشن، یک مادری بیاد فریاد بزنه 4 تا بچه‌ش کشته شده و ما برام عادی بشه، اینم خطرناکه. اما از عرض کنم، از اون خطرناک‌تر این که یک سری افرادی بیان گزینشی حرف بزنن و بعضی از افراد هم برای اینکه متهم نشن یا بخوان روشنفکری خودشون رو ثابت کنن، بیان عادی سازی کنن، یعنی مثلا همراه جمهوری اسلامی اون عمایی که جمهوری اسلامی اینا هم بگن، این خیلی خطرناکه. یعنی که این اما رو درست کنم، میگن بله ما هم کار خوبی نکرده حماس، اما بعد از این اما حرفای میذارن که جنایت حماس فراموش بشه. ببینید دوستان، من دو صحنه دیدم در مورد دو مادر فلسطینی که هر دو در غزه داشتن فریاد میذارن. یکیشون گفتش که 4 تا بچه من بر سر سفره غذا، هنوز غذاشون شروع نکرده بودن، کشته شدن و واقعا مثل مرغ سرکنده این برابر میدوید، واقعا تأثیر انگیز بود. و یک صحنه هم دیدم یه مادر داره فریاد میزنه که 4 تا بچه من کشته شدن و سران حماس بچه هاشون دارن بهترین زندگی رو در خارج از کشور میکنن. و درست هم هست، امروز اسماعیل هنیه مفتخور و آدمخوار خودش در قطر مستقره. من دیروز بهتون نشون دادم نام خبر رو، خبر از خبرگزاری عصر ایران بود در آبان ماه، فکر کنم 30 آبان 92، 10 سال پیش،
که اسماعیل هنیه نوش مریض شده، بیمارستان‌های غزه جوابگو نبوده، مشکلاتی در انتقال به مصر هم که بیمارستان عربی وجود داشته به بیمارستان در اسرائیل منتقل کرده بچه‌شو. اون آدم آیا واقعا، من سوالم اینه که حالا اینکه منتقل کرده کار درستی کرده، بچه که گناهی نداره، نباید بر سر لجبازی بچه رو قربانی کنن. اما درست مثل مقامات جمهوری اسلامی که وقتی که خودشون هر مشکلی پیدا میکنن، حتی بواسیر، میرن خارج از کشور، از اونور با کارهایی کردن که از یک طرف بسیاری از مردم براشون دسترسی به دارو درمان به خاطر هزینه ها امکان پذیر نیست، به خاطر مهاجرت غیر قابل قبول پزشکان، کادر پزشکی، پرستاران، ما روز به روز با کمبود کادر پزشکی مواجه میشیم و نتیجتا گرانتر شدنش دارو برای مردم یک مصیبته. اما مسئولان جمهوری اسلامی اصلا دغدغه‌ای ندارن. به هر حال دوستان، بیایید بازی جمهوری اسلامی رو که میخواد یک بازی طراحی کرده، خودشون که مسئولن، مثل سران حماس که خودشون در قطر نشستن، در فضای امن قطر سجده شکر به جا میارن برای جنایت هایی که حماس کرده و نتیجه شو مردم غزه پس میدن. من یک صحبتی با طرفداران جمهوری اسلامی دارم و اون ازشون دعوت میکنم که یک مصاحبه حسن نصرالله داره بعد از حوادث مربوط به اون جنگ 33 روزه که میگه اگر ما که آمار و یک اطلاع دقیقی از میزان تلفات جنگ داشتیم، هرگز جنگ رو با اسرائیل شروع نمی کردیم. بعضی از دفعاتی که جنگ شروع کردن، تعداد کشته های لبنانی ها و فلسطینی ها صدها برابر بیشتر از اسرائیلی ها بوده. حماس این تجربه رو داشت و باز هم به نظر من این بار با دستور، من تاکید میکنم این بار با دستور روسیه و با البته پشتیبانی پشت پرده و مالی بدون اطلاع دقیق از زمان و جزئیات، هم به پشتیبانی جمهوری اسلامی کار انجام داد. به هر حال این الگویی که در جمهوری اسلامی هم هست، یعنی جمهوری اسلامی ولایتی میاد میگه که مردم، از مردم یمن یاد بگیرید که نان خالی میخورن، نان خشک میخورن و لونگ میپوشن، اما با آمریکا مبارزه میکنن. بعد انگلزاده های خودش اولا بدون طی کردن مراتب علمی پزشکی میگیرن، رشتهشون جابجا میکنن، یه مدتی تو رشته دندون پزشکی میخونن، میبینه مثلا اون یکی درآمدش میشه میره تو یکی رشته، اون یکی از رشته عمومی پزشکی میره به رادیولوژی، از اون برم حالا با خرج مردم دکتر شدن، اما یک کسب نون آبدارتر پیدا کردن به نام برج سازی در ترکیه. همین الگو رو حماس هم داره، همین الگو رو جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف داره و در حالی که تلاش میکنه که مردم، که خودشون بدون هیچ مشکلی، عرض می‌کنم خدمت شما از منابع درون حکومتی برید ببینید، فرق هم نمی‌کنه چه داماد آیت الله سیستانی که اخیراً برای آنژیوگرافی رفت لندن، چه خاطرات رفسنجانی که در مورد مقامات جمهوری اسلامی چپ و راستشون، یعنی از زن خمینی تا عبدالله نوری اصلاح طلب تا خانساری سفیر اصولگرا تا اون دعاگویی که فوت کرد که سرطان داشت، اصول امام جمعه اصولگرای شمیرانات، همشون با پول جمهوری اسلامی رفتن معالجه می‌کردن و از اون طرف مردم وادی باید تحت فشار باشن و بعدم توصیه‌های رنجاور ولایتی رو گوش کنن که مردم، از مردم یمن یاد بگیرید نان خوش بخورید و لونگ بپوشید. من دوستان عرضم و خلاصش بگم، من نگران عادی سازی جنایت توسط جمهوری اسلامی هستم. خیلی دقت کنید، یعنی اینکه بگن بله حالا اتفاقی افتاد. ببینید یک الگو کاملا ثابته، هم در مورد آرمیتای عزیز این حرفو میزنن که همون که در مورد مهسا گفتن، به خصوص در مورد آرمیتا که آرا سرش خورده از این حاد. اصلا خیلی جالبه که این آدمخوار پس فطرت احمد بهیدی گفته که این حادثه هر روز ممکن اتفاق بیفته، یعنی عادی سازی رو از حد عادی سازی دارن میرن جلوتر، این که اصلا منتظر باشه اتفاق میفته. و کسانی که ارزمندی، کسانی که در برابر این حرفا واکنش نشون نمیدن در داخل کشور در مورد جنایت هایی که حماس در فلسطین انجام داده، دارن طوری رفتار میکنن، اونها باعث هستن اگر بخشی از مردم در برابر جنایت هایی که اسرائیل در غزه انجام میده یا در برابر کشتار کنترل نشده ای که اسرائیل در غزه انجام میده، اگر اکثر مردم نه تنها مخالفت نمیکنن بلکه همراهی با اسرائیل میکنن، به خاطر اینکه الدنگی مثل حسن خمینی میاد اقدامات زشت حماس رو تبریک میگه، یعنی بدون اینکه اشاره کنه به جنایت های حماس یا محمد خاتمی یا زهرا مصطفی دختر خمینی که تبریک گفته به خامنه ای بابت کثافت کاری های حماس،
اگر امروز میبینید که خیلی از مردم نسبت به سرنوشت کودکان و زنان و افراد بیگناه فلسطینی بیگناه هستن، برای اینکه جمهوری اسلامی جنایت رو تو عادی سازی کرده، یعنی که حالا اگر قرار شد که جنایت حماس بگیم خوب اتفاق افتاده، اونورا میگن خوب اتفاق افتاده، تازه یه توجیه هم براش دارن که حداقل در این مرحله اسرائیل شروع کننده نبوده. من عرض می‌کنم من خودم شخصا صحنه هایی که دیدم از وضعیت آوارگی، نگرانی و شیون های مادران فلسطینی دلم سوخت. البته دلم برای اون مادر اسرائیلی هم که بچهش کشته شده و یه علنگی مثل رائفی پور میگه که حتی کودک فلسطینی اشغالگره یا مجری تلویزیون میاد میگه که به جهنم که کشتن اینها رو، دلم برای اونها قطعا بیشتر میسوزه، برای اینکه اینها باعث میشن که همدردی طبیعی مردم ایران به طرف کسانی که در جنگ نقشی نداشتند و مظلومانه کشته شدن نره، و اگر همدردی میکنن فقط با مردم اسرائیل میکنن. دوستان عزیز، الگو دقت کن، الگوی جمهوری اسلامی و همه آدمخواران عالم مثل همه، چه در غزه چه در بیمارستان فجر تهران. موفق باشید. برگشتیم با بخش دوم برنامه و میدونیم که همچنان حمله حماس به اسرائیل در صدر اخباره. همزمان با عملیات تروریستی حماس علیه اسرائیل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیکار ننشسته و در بیابانهای اطراف تهران یک رزمایش چند منظوره امنیتی برگزار کرده. در این رزمایش که از دوشنبه 17 مهر ماه آغاز شده، یگان فاتحین سپاه تهران سرکوب، رهایی گروگان، ورود به ساختمان‌ها، شلیک با انواع سلاح جنگی و ساچمه‌ای در حرکت و جنگ شهری رو تمرین کرده. مقامات سپاه و همچنین رسانه‌های حکومتی تلاش کردند که برگزاری این رزمایش رو با عملیات حماس مرتبط کنند. در همین ارتباط خبرگزاری فارس هم نوشته که همزمان با پیروزی‌های جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی، رزمایش نبی اکرم 2 با حضور تمامی گردان‌های یگانه ویژه فاتحین تهران برگزار شده. سخنگوی رزمایش اعلام کرده که عملیات‌های دفاعی امنیتی و ضد تروریستی در محیط‌های مختلف شهری و همچنین عملیات واکنش سریع با هدف تمرین انتقال سریع گردان‌های فاتحین به مناطق عملیاتی تمرین شده. وی تأکید کرده که یگان فاتحین آنچه را در این رزمایش تمرین کرده در جریان نبرد در سوریه و عراق و همچنین برخی مأموریت‌های داخلی به صورت واقعی به عرصه اجرا در آمده. حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، در سخنانی در جمع نیروهای شرکت کننده در این رزمایش تأکید کرده که یگان فاتحین محدودیت زمانی و جغرافیایی نداره. وی در تعریف و تمجید بیشتر از این فاتحین حتی مدعی شده که فاتحین تنها یگانی در جهانه که از بیشترین انعطاف برخورداره تا بتونه در کمترین زمان ممکن مأموریت‌های خاصی رو که تا آن زمان با اون مواجه نشده رو اجرا کنه و تبدیل به الگو برای سایرین بشه. با وجود اینکه مقام‌های ارشد نظام ادعا می‌کنن که اعتراضات خاموش شده، اما مدام در مصاحبه‌ها یا سخنرانی‌ها نسبت به تکرار اون هشدار میدن. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اواخر شهریور با اشاره به اعتراضات سال گذشته در جریان خیزش ضد حکومتی گفته بود که تلاش دشمن به گونه ای هست که به کمتر از براندازی اکتفا نمی کنه. اگرچه همچنان دولت‌های غربی ترجیح می‌دهند که در مورد نقش مستقیم ایران در حمله حماس به اسرائیل با احتیاط صحبت کنند، اما تقریباً اغلب اونا در این که گروه‌های فلسطینی از پشتیبانی آموزشی و نظامی رژیم ایران برخوردار هستند، قطعاً اتفاق نظر دارند. از دید بسیاری از کارشناسان، عملیات اخیر حماس علیه اسرائیل شباهت بسیاری به شیوه عملیات یگان‌های سپاه قدس در سوریه داشته. نشونه هایی که در تاکتیک اونا برای آغاز عملیات آشکار بود و سطح خشونت و جنایتی که مرتکب اون شدن با گزارش هایی که در مورد عمل کرد و رفتار نیروهای قدس سپاه در سوریه و عراق در اوج جنگ سوریه منتشر می شد تطبیق داشت. فرماندهان سپاه و مقام های ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم آگاهانه همین مسئله رو پیدا و پنهان در صحبت ها یا مصاحبه های خودشون عنوان می کنن. این درست همون مسئله هست که مخالفان جمهوری اسلامی در مورد اون به دولت‌های غربی هشدار داده بودند. مماشات طولانی مدت با تهدیدات چند بعدی رژیم در منطقه دست اونا رو برای تقویت و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی و بازسازی اونا بازتر گذاشت.
مأموریتی که تقریبا همه یقین دارن منشأ اون رژیم ایرانه. خب عزیزان جان، به پایان این برنامه رسیدیم و سپاسگزاریم که مثل همیشه ما رو با لایک ها و کامنتاتون حمایت میکنین. تا برنامه بعد، بدروته.